دوست داشتم که بره، یعنی اصلا مخالف این نبودم که بره، چون با علایقش آشنا بودم. تمام لحظات چشمم به گوشی که الان زنگ میزنه، الان زنگ میزنه، و این دلخوری که چرا امروز زنگ نزنه. همیشه حمید جان میگفتش که کسی که میره برای دفاع از حرم حضرت زینب باید مثل حضرت عباس شهید بشه. تابوت رو که میبردم من میگفتم ازش جلوتر نزنم، ازش عقبم نمیدم، باهاش باید راه بیم، با هم دیگه راه بیم، آخرین بار این خیابونو با هم بریم. همیشه هم حمید آقا میگفتن که برای من پاییز بهترین اتفاقا میفته. پاییز عقد کردیم، پاییز ازدواج کردیم، پاییز رفتم کربلا، الحمدلله پاییز هم به شهادت رسید. جان جاتی ہے چلی جائے عقیدے کو بچا آ رہی ہے یہ شہیدوں کی صدا خوف نہ کھا جان جاتی ہے چلی جائے عقیدے کو بچا قصر فرعون میں طوفان اٹھائے گا لہو قصر فرعون میں طوفان اٹھائے گا لہو جگلائے گا لہو. سلام، خوب هستی؟ ممنونم، مزاحم زحمت کشیدی چند دقیقه بفرمایید. خیلی ممنون، متشکرم، زحمت فرزانه سیاهکاری مرادی هستم، همسر شهید سیاهکاری مرادی، دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی. ترم چندمید؟ ترم هفتم هستم، رشته تبکار. متولد چه سالی هستید؟ من متولد سال 72 هستم از غزنی. حمید من متولد سال 68 بودن، اردیبهشت ماه. ایشون لیسانس حسابداری داشتن، کاردانی نرم افزار، و اینکه نمره الف دانشگاه بودن. 7 تا بچه هستن که ایشون پنجمین بچه هستن. ایشون پسرم میمن هستن. چطور شد ازدواجتون؟ یعنی همون نسبت فامیلیه باعث ازدواجتون شد یا؟ خب چون ما هر دو خانواده‌های متدین و متشرعی داریم، نوع روابطمون با نامحرم یه مقدار مثلا تعریف شده هستش، اینطور که خانم‌ها با هم صحبت میکنن یا آقایون با هم صحبت میکنن. اون چیزی که شناختی که من از حمید آقا داشتم این بودش که خب یه حمید آقایی هست، پسرممه و شغلشون رو میدونستم و مثلا اینکه بله متدین هستن. ایشون هم همین میزان، حالا یه مقدار بیشتر چون آقایون برای انتخاب همسر خب یه مقدار توجهشون بیشتر. بعد که حالا ایشون اون معیارهایی رو که مد نظرشون بودن توی من دیده بودن، پنجم شهریور سال 91 تشریف آوردن برای خواستگاری. چند سالت بود اون موقع؟ اون موقع من 19 سالم بود که دیگه ما با هم صحبت کردیم یک ساعت و نیم. اولین سوال ایشون هم بودش که معیار شما برای ازدواج چیه؟ که من گفتم که معیار من متشرع بودن فرد و متدین بودنشه، اینکه حتما مقید باشه به پرداخت خمس و زکات مالش. که ایشون گفتن که خب خیلی عالیه. راجب مادیات اصلا صحبت نکردم، حتی حقوقشون رو نپرسیدم که خودشون حقوقشون رو گفتن. بعد ایشون به من گفتن که خب من خیلی کربلا رو دوست دارم، شما رو به یه اسمی سیف کردم تو گوشی که همیشه منو به اون یاد بندازه. بعد من خب از ایشون نپرسیدم که حالا چی ذخیره کردید اسم من رو داخل گوشی. بعدها ایشون دیدم که اسم من رو سیف کردن کربلای من. بعد حالا اگر یه وقت صحبتی میکردیم مثلا میپرسیدم کجا میخواییم بریم یا چی کار میخواییم بکنیم، همیشه میگفتن که کربلا. کجا کربلا؟ چی کربلا؟ مثلا خیلی کربلا دوست داشتن. دانشجو بودم، ایشون خیلی به من کمک میکردن با اینکه شاغلم بودن. آره، بعد یادمه که مثلا اگر من ظرف میشستم خیلی اصرار میکردن که حتما اجازه بدید آبشو من بکشم.
یعنی که اگر یه زمانی رو دیگه خیلی خسته بودن و نمی‌رسیدن خیلی عذرخواهی می‌کردن که خواهش می‌کنم به آبروی حضرت زهرا بر من ببخشید که نمی‌رسم به شما کمک بکنم. یا یعنی که مثلا آشپزیشون خیلی خوب بود، خیلی خوب، گاهی اوقات که من دانشگاه بودم میومدم غذا رو درست کرده بودم، آشپزیشون هم خیلی عالی بود. کلن چون ضریب هوشی بالایی داشتن تو هر کاری نفر اول بودن. ایشون شاعر بودن، شعر خیلی خوشگلی هم میگفتن، چه برای من چه برای امام زمان و ائمه. عجبان نیست که آمدی دلم سید تو شد، عجبان است که من عاشق صیاد شدم. بی اذن نگاهت ندارم نفسی، بی حضورت زنده ام در قفسی. بسیار مهربون و مؤدب بودن، بسیار. من به یاد میارم که مثلا اگر جایی میرفتن یک چیزی مثلا بهشون میدادن، خوراکی چیزی، اصلا نمیخورد، حتما میآورد، میگفت اصلا دلم نمیاد. یا اینکه بلند پیش دوستاشون میگفتن، گفتن یکی دیگه برم دارم برای خانومم. بعد من میومدم گفتم همینجان این کار نکن، درست نیست. مثلا من خودم خجالت میکشم، معذبم، چون هم دیگر میبینیم ممکنه توی مهمونی و اینجایی. بعد ایشون گفتن اتفاقا من به قصد این کار رو میکنم تا یاد بگیرن که به همسرشون احترام بذارن، به همسرشون محبت بکنن. اینجا کجاست؟ اینجا پارک فدک، پارک جنگلی قزوینه که ما بیشتر اوقات نامزدیمون رو میمدیم اینجا. پس کلی خاطره داری؟ آره، کلی زمانای خوش با هم اینجا میمدیم. اولین باری که اومدی؟ اولین باری که با هم اومدیم بعد از عقدمون بود، اومدیم اینجا شام خوردیم، خیلی هم چسبید، خیلی هم باد میومد. پیش دیگران هم به شما کمک میکردن؟ یعنی که فقط نه، پیش دیگرانم کمک میکرد. اتفاقا تاکیدش جلوی دیگرانم بود، میگفتن که بذارین جلوی دیگران کمک کنم یاد بگیرن نحوی آداب همسرداری، محبت به همسر، احترام. فکر نکنن که تفاوتی وجود داره، خیلی خیلی توجه میکردن به این مسئله. بعد هم این که به خلاخره روحیه لطیف احساسی داشتن دیگه، این چیزا ازشون بعید نبودش. بعد ایشون همیشه تو خونه اگر مثلا کمکی میکردن، من مثلا اوائل بهشون گفتم که عزیزم دستت درد نکنه، بعد میگفت این چه حرفیه، بعد بگه خدا قوت. بعد اگه میگفتم خدا قوت، میگفت این حرفیه که یه همسر به همسرش میزنه، شما باید برای من بهترین دعا رو بکنی، دعا کن بگو الهی که شهید شی. بعد خب من اول ممانعت میکردم، گفتم این دیگه چه دعاییه، مثلا دلم نمیاد. بعد اینقدر اصرار که نه، شما باید حتما این دعا رو بکنی، بهترین دعاه، که منو مجبور کردن. منو میگفتم خب الهی که شهید شی. من خب ته دلم راضی نبودم، راحت کلمه دوستت دارم، عاشقتم رو بیان میکردن. به حدی که صبحی که داشتن میرفتن گفتن که من پشت تلفن نمیتونم جلوی دوستان به شما بگم دوستت دارم، میتونم بگم دلم تنگ شده اما نمیتونم بگم دوستت دارم، چیکار کنم؟ بعد من برنامه نیمه پنهان ماه رو که نگاه میکردم الان به خاطر نمیارم، یکی از خانمای شهدا میگفتن که ما وقتی به هم نامه مینوشتیم احتمال میدادیم نامه ها رو شاید کسی بخونه، رمز گذاشته بودیم، دوستت دارم رو رمزش یادت باشه بود. بعد بهش گفتم تو بگو یادت باشه، من یادم میفته. بعد از پله‌ای که داشت میرفت پایین بلند بلند داد میزدم، گفت یادت باشه، یادت باشه. منم میخندم، گفتم یادم هست، یادم هست. سبز و خرم دشت دنیا ہے تمہارے غم میں گریان، بلبل شاخ گلستان رو رو کہتے ہیں یہ غران، میرے پھولوں میرے غنچوں، دین کا سبات ہو کی حیات ہو،
شہید ہو تم وفا کی کائنات ہو اے شہید ہو اے شہید ہو تم حیات ہو اے شہید ہو تم وفا کی کائنات ہو ہے تمہارے خون سے جہاں میں روشنی فاطمہ کے لال کی ادا پہ جان دی رو رہی ہے آج تم کو ماں حسین کی مجل سے حسین میں تمہاری بات ہو اے شہید ہو اے شہید ہو تم حیات ہو از اون دست خانمایی هستید از خرید لذت ببرید؟ آره خیلی. ایشون همراهی میکردن؟ حتما با من میومدن. حتما با من میومد. بعد خیلی هم سخت پسند بود. دیر یه چیزی رو قبول میکرد. من خودم جوریم که سریع برم یه چیزی رو انتخاب میکنم. این کلی میگه. اولین باری که باش رفتم خیلی گشت. من یه خسته شده بودم. کنار خیابون وایستاده بودم میگفتم که شما برو بگرد پیدا کن من دیگه خسته شدم من نمیتونم بیام خرید شما بود یا ایشون خرید خودش بود ولی من دیگه واقعا خسته شده بودم همین آقا هیچ وقت نماز شبش قضا نمیشد بعد عادت داشتن که تو اتاق تاریک نماز میخوندن بعد خب من میشنیدم که ایشون مدام گریه میکردن و این کلمه رو میگفتن که اللهم ارزقنا شهادت فی سبیلک صدای گریهشون بعد که می اومدن اشکاشون صورتشون رو می دن علایقشون رو بخورد بسه همون از همون اول نام زدیمون با خودم کنار اومده بودم که من این رو تا ابد نخواهم داشت یه روزی با همین شهادت هم از دستش می دم چون نام زدم بودیم یه سری عکساشو می آورد به من نشون می دن فرزان جان نگاه کن اینو چون می ده برای بنر برای شهادت ها ببین چه خوشگله ببین چقدر خوبه جالب اینجاست که خیلی از همون عکس ها الان مثلا تو بنرها نصب شده که برای شهادتشون یادم میاد 16 آبان من از دانشگاه ساعت 5 اومدم خونه بعد دیدم که میگه فرزان جان بیا کنار من بشین کارت دارم اینو که گفت من نشستم گفتم بازم سوریه هست خیلی خندید گفت آره چقدر تو برنگی زود متوجه میشی آماده شدن و گفتن که من برم عکس بندازم عکس با لباس نظامی نداشتن لازم بود اون که پاشو گذاشت از خونه بیرون من خیلی گریه کردم هر کی رو میشناختم بهش زنگ زدم نمیدونم چرا ساکت نمیشدم یه گریه میکردم به مامانم زنگ زدم به دوستان به خاله ها که منو آروم کنم ولی آروم نمیشدم انگار که ته دلم آخرین بند پاره شد انگار که میدونستم دیگه بر نمیگرده من انقدر ناراحت بودم نمیتونستم گریه کنم چون میترسیدم گریه کنم بعدم پیش همه شرمنده بشم یک سمت ایمانم بود یک سمت احساسم احساسم گفت جلوش وایستا نزد بره ولی ایمانم اجازه نمیداد یعنی همش به این فکر میکردم که لحظه قیامت من چطوری میتونم تو چشم امیرالمومنین نگاه کنم و ازش انتظار شفاعت داشته باشم در حالی که هیچ کاری تو این دنیا نکردم گفتم که برو با مامانت اینا خدافظی کن بیا ولی 2-3 ساعت پیش مامانت بریم زود زنگ کن گفت نه من میرم یه ربه میام گفتم که نه بمون زیاد بمون رفت 11 شب من تا چند وقتی بود؟ 6 غروب گفتم که مامانت خیلی گریه کرد چون از من خواستن باهاشون برم گفتم من اصلا تحمل اشکای عمامو ندارم گفت هیچی نگفت فقط گریه کرد من همین رو شنیدم خیلی گریه کردم بعد دستای منو گرفتم چون میگم خیلی احساساتی بودم بعد گریه کردم گفتم دلمو لرزوندی چند لحظه که گذشت گفتم ایمانم نمیتونی بلرزونی ای شهید و یه لهو ندائه لائه سب چلے تمہارے نقش پا پہ یہ جوان نصرت حسین یوں کرے گھر ایک ماں
شہید و تم حیات ہو اے شہید و تم وفا کی کائنات ہو نمیدونم چرا اینجوری بودم ولی مثلا به راه رفتن نگام کردم گفتم مثلا شکمش درد بگیره پاش درد بگیره نره همش منتظر بودم و دوباره ته دلم گفتم نه به خدا راضی نیستم درد بکشه نه بره سالم برمیگردم مطمئنم داشت پلا میرفت پایین داد میزد گفت یادت باشه یادت باشه منم میخندیدم گفتم یادم هست یادم هست حمید سیاکالی مرادی هست آقای مرادی شما الان مشغول چه کاری هستید و از کدوم گردا؟ عرضم به خدمت شما که میدانتیر انتقالی گردان از سید الشهدا علیه السلام انشاءالله شما با چه هدفی الان اینجا مشغول به این عملیات هست؟ عرضم به خدمت شما که اینجا که بحث آمادگیه ولی هدف قرب الهیه انشاءالله یعنی هدف همه قرب الهیه آیا شما برای اعزام به سوریه داوطلب شدید و هدف شخصی خود؟ نه خیر داوطلب شدم هدفمونم که میگم هدف قربه دیگه یعنی چه شخصی باشه غیر شخصی نداره حالا فرقم نمیکنه قرب الهی میتونه سوریه باشه میتونه لبنان باشه میتونه ایران باشه هر جای دیگه یه وقتی از آدم دلش میخواد اون دروغ رو باور کنه آره اصلا این لحظه فقط داری به خودت دروغ میگی تمام لحظاتی که قبل از اینکه ببینمش به خودم نمیگفتم چیزیش نشده دروغه همین که من خودم باهاش سه روز پیش حرف زدم اتفاق براش نمیفته رفتم گفتم دست میزنم الان عروسک دست دادم دم خیلی سرد بود خیلی سرد بود تجربهش کردم هیچ بخون سرمایی صورتش یادم نمیره همیشه دستش سرد بود میگو فرزانی با دستم گرم با دستم گرمم کن من دستم گرم تو لحظه تصمیم گرفتم که با دستم گرمش کنم دوباره سرم بردم گوشش گفتم منو ببخش که میشم یه لحظه تردید کردی گفتی دلتو لرزوندم من ببخش پونزده دقیقه اینو که ما هم بودیم نمیدونستم باید چه جمله‌ای بهش بگم اصلا همه چی که زیادم رفته فقط بغلش میکردم بهش گفتم عزیزم خیلی دوست دارم هیچ چیز این دنیا رو بعد از تو جدی نمیگیرم آینده رو فردا رو بعد از تو جدی نمیگیرم همیشه از که مأموریت میرم یا شب ایش افسر نگهبان بود میامد خونه گل میخرید بعد من گریه میکردم بهش میگفتم که عزیزم عزیزمه بعد من باید درست گل میکردم چه برای من گل نیفردی شب قبل از شهادتش هم سوره انفال آیه 17 اومد که و ما مؤمنان را به پیامد خوشی نیاز ماییم شهادت پیامد خوشیه ولی زجرآور خیلی زجرآور رو درد میکنه ولی اونایی که میمونن این که شهید علمدار میگن که این که نمیدونی معشوق تو اون لحظه که تو بهش فکر میکنی اونم به تو فکر میکنه خیلی آزاردهنده است تمام لحظات حسش میکنم کنار خودم
بوش رو حتی میشنوم، ولی چون با این چشم خاکیم نمیتونم ببینمش یا صدای نازش رو بشنوم، خیلی آزار میده. خاکو میبوسیدم، میریختم روش، میگفتم تا ابد هم سر من از طرف من ببوس. به خاکیش گفتم، گفتم تو چقدر از من خوشبخت‌تری که تا قیامت میتونی هم سر منو در آغوش بگیری. وقتی که میرفتم میشش حتما براش گل نرگس میبردم. دوست داشت گل نرگس؟ خیلی. گل نرگس هم خیلی دوست داشت، براش همیشه میبردم. واقعا گاهی از این دنیا خسته میشه، کفششو میپوشم، حس میکنم که پاهم به پاهاش میخورد. خوشحالم از این که همسرم به شهادت رسید، به اون چیزی که دوست داشت رسید. همسر من، من رو خیلی دوست داشت، به من رسید. شهادت رو دوست داشت رسید، کربلا رفتن رو دوست داشت رسید. با هم رفتید کربلا یا نه؟ نه، مجرد بودم. خیلی میم به اون چیزی که دوست داشته رسیده. من خدا رو خیلی شاکرم از این که همسرم به خواسته های دلش رسیده. پس شما خواسته های مادی نداشت. من به خاطر روی گل ناز همسرم تمام خواسته هایی رو که داشتم میبخشم. حکایت اینا رو برای من تعریف میکنی؟ اینا رو یک هفته بعد از شهادتش برامون آوردن. دور نجفش رو همیشه دست راستش میداخت، میگفتش که قیامت کسایی که دور نجف ندارن حسرت میخورن. همیشه میگفت میخوام بدم اینو نصف کنن، برای شما هم یه دونه درست کنم، شما هم بندازی. دلم نمیاد توی اون شرایط شما حسرت بخوری، من داشته باشم. بالای پلکش هم الان یک ذره خونش هست. اینجا رو شما انتخاب کردی جاشو برای شهید؟ نه، اینجا رو خود بنیاد شهید داده، ولی برای تدفین شهید بمانی که جزو شهدای غواص هستن ما تیر ماه اومدیم. بعد من به حمید آقا گفتم که عزیزم کی قراره بقیه رو پر بکنه؟ خندید گفت مطمئن باشی یکیش منه. واقعا؟ آره. خیلی میای اینجا؟ آره، هر روز تقریبا هر روز میام. مردم قزوین میشناسن همسرتونو؟ بله، تقریبا هر روز که میام روزی نیستش که پیشش خالی باشه. همیشه مردم میان لطف دارن، برش گل میارن، برش گلاب میارن، تنهاش نمیزن. آره، اومدیم هم دیدم گل بود سر مزار، معلومه امروز هم تنها نبودن. بله، مردم لطف دارن. قطعا این خیلی به شما همینطور به من آرامش میده. آره، خیلی کمک میده. این قدر شناسی خیلی خیلی به انسان آرامش میده. جو سبق شهیدوں نے دیا عمل کرو، درود فراوان بر امام راحل و شهدا و رهبر معظم و معزز متذل العالی. ابتدا از خداوند می خواهم تا دستانم را در دستان ابا عبدالله قرار دهد، تا
بتوانم مسیر عشق را همچون مبتلایان وجودش بپیمایم و ثابت قدم بمانم. ولایت یعنی اوج بندگی و ما غلامان و بندگان ولایت هستیم. همچون عباس علیه السلام فرمان بردار و ولایت پذیر و همچون اکبر علیه السلام عاشق شهادت. از پدر و مادرم میخواهم که مرا به خاطر تمامی بار اهمال ها و کوتاهی هایم در حقشان ببخشند و برایم دعا کنم همچون مولایم از دنیا بروم و همچنین از زن مهربانم میخواهم که به خاطر این مدت حلالم کند و مرا از دعایش محروم نسازد. خداوندا مهرت را نهاده ای، به زیباترین وجه مهرت را بگیر.